هموطنان گرامی، سلام بر شما. توجهتون رو به در یک نگاه این ساعت جلب می‌کنیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی را اعلام کرد و 5 عضو شورای نگهبان را در لیست سیاه خود قرار داد. بر اساس گزارش خزانه‌داری آمریکا، آخوند احمد جنتی، عباس علی کدخدایی، سیامک رهپیک، محمد حسن صادقی مقدم و آخوند محمد یزدی تحریم شدند. رسانه حکومتی اقتصاد آنلاین اعتراف کرد در حالی که ویروس کرونا در ایران قربانی می‌گیرد، ولی پروازهای هواپیمای ماهان همچنان به چین ادامه دارد. به نوشته این رسانه حکومتی، جمعی از کارگران خدماتی فرودگاه خمینی ملعون از اینکه مجبورند پس از ورود هواپیماها از چین داخل هواپیما را مرتب و تمیز کنند، ابراز نگرانی می‌کنند. با وجود اینکه بسیاری از کشورها پرواز به چین را کاملا لغو کرده اند، پروازهای شرکت ماهان به چین همچنان برقرار است. از سوی دیگر مدیر متروی ببخشید تهران اعلام کرد یک مسافر خارجی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در متروی تهران توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد. وی گفت این حادثه سبب وقفه در تردد قطار مترو در این ایستگاه شد. در عراق، بغداد و بابل روز پنجشنبه شاهد تظاهرات علیه حاکمان فاسد و دست نشاندگان خامنه‌ای بود. در بغداد قیام کنندگان عراقی با برگزاری تظاهراتی در میدان تحریر خواستار آزادی احمد بوشاه یکی از فعالان قیام شدند. به روز چهارشنبه در منطقه جادریه توسط تروریست‌های رژیم آخوندی ربوده شد. در بابل نیز دانشجویان قیام کننده با برپایی تظاهراتی بر استمرار قیام تاکید کردند. دیوید شنکر، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، طی بیانیه حمله به تظاهرکنندگان عراقی را محکوم کرد و خواهان توقف این اقدامات جنایتکارانه و مجازات عاملان آن شد. وی بر حمایت آمریکا از حقوق دموکراتیک شهروندان عراقی تاکید کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر عراق، از زمان شروع قیام در عراق از ماه مهر تا کنون بیش از 600 تن توسط نیروهای حکومتی و مزدوران آن کشته و 17,000 تن مجروح شدند. کلیکراف، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در نشست توجیهی شورای امنیت ملل متحد گفت حدود 1,000,000 سوری در 90 روز گذشته مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. 1,000,000 نفر در 90 روز. سوال من این است که ما تا چه زمانی این خبرها را تحمل خواهیم کرد؟ تهاجم نظامی گردنکشانه رژیم اسد، رژیم ایران، حزب الله و روسیه مغایر با تلاش های سازمان ملل و شورای امنیت برای تسهیل روند سیاسی در سوریه محسوب می شود. Nearly 1,000,000 Syrians have been forced to flee their homes in the past 90 days. 1,000,000 people in 90 days. And so I ask, how much longer will we tolerate these headlines? The unyielding military campaign of the regime, Russia, Iran, and Hezbollah amounts to a wholesale rejection of UN and Council efforts to facilitate a political process. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، با انتشار گزارشی از کشتار گسترده در قیام آبان 98 ابراز نگرانی عمیق کرد. وی نوشته است از ابعاد کشته شدگان و میزان جراحات و بدرفتاری با دستگیر شدگان شوکه شده است. جاوید رحمان خواستار تحقیقات مستقل و بیطرفانه در این باره شد
و به آزادی همه دستگیر شدگان در این قیام فراخوان داد. رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد گفت صدها هزار نفر از مردم سوریه در حال فرار از تهاجم رژیم اسد در شمال این کشور هستند. این در حالی است که کودکان آواره در سرما و یخبندان در حال جان باختن هستند. صدها هزار آواره سوری در منطقه کوچکی در نزدیکی مرز ترکیه به شکل فشرده‌ای تحت شرایط هولناکی قرار دارند. من روزانه گزارشاتی از جان باختن کودکان در اثر سرما دریافت می‌کنم. ارزش ریال کاهش یافت و دلار به مرز 15000 تومان رسید. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد روز پنجشنبه نوشت نرخ دلار به 14480 تومان رسید. بازار طلا، سکه و ارز در نخستین روز از اسفند ماه شاهد رشد نسبی قیمت است. بینندگان گرامی، به پایان در یک نگاه این ساعت رسیدیم. با تشکر از همراهیتون تا بخشای بعدی، خدا نگهدار.